سلام، سراغ یکی از بهترین موزیکال های تاریخ سینما آمدیم که اقتباسی از یکی از آثار جورج برنارد شا. نمایشی که رکورددار طولانی ترین اجرای صحنه در تاریخ برادوی بر پرده نقره‌ای هم اثری درخشان و قابل تأمل شد. بازی تحسین شده سر رکس هریسون رو در نقش استاد آواشناسی مغرور و متکبر خواهیم دید. و شاهد حضور درخشان اودری هپبرن خواهیم بود که جایگزین جولیا اندروز شد تا نقش دختر گلفروش رو بازی بکنه. که یکی از بهترین آثارش رو خلق میکنه تا پس از 5 بار نامزدی آکادمی آواردز بالاخره اسکار بهترین کارگردانی رو به خونه ببره. شامگاهی بارونی توی لندن در میون جمعیتی که از اپرا بیرون اومدن مردی مدعی میشه از لهجه و لحن افراد میتونه تبار و محل سکونتشون رو تعیین کنه. این مرد کسی نیست جز پروفسور هنری هیگینز، محقق آواشناس، و همونجا هم با سرهنگ هیو پیکرینگ مواجه میشه که اتفاقا از هند برای ملاقات با او اومده. I'm Henry Higgins, author of Higgins Universal Alphabet. I came from India to meet you. در میون زن جوان گلفروشی با لهجه محلی کاکنی محور توجه قرار میگیره. هیگینز مدعی میشه میتونه با آموزش حتی از الیزا دولیتل یه دوشس بسازه. اونم جوری که تو مهمونی سفارت کسی شک نکنه. اما محک زدن این ادعا چطور ممکن خواهد شد؟ برخلاف انتظار الایزا تمام شب رو در این رویا سپری میکنه که تبدیل به زنی میشه که به جای گلفروشی تو خیابون برای خودش قرفه گلفروشی داره و صبح با فاخرترین لباسش به ملاقات هیگینز میره تا او ادعای خودش رو ثابت کنه. رکگویی، تکبر و گستاخی هیگینز آزاردهنده است، جوری که حتی دوستان و اطرافیانش رو به اعتراض وادار میکنه. هیگینز بیش از تن دادن به خواسته دختر تلاش در خود نمایی داره و از تحقیرش هم ابایی نداره. دختر پیشنهاد پرداخت دستمزد میده ولی در پایان یه شرط بندی بین هیگینز و دوستش پیکرینگ باعث میشه آموزش شروع بشه. The expenses of the experiment that you can't do it, I'll even pay for the lessons. You know, it's almost irresistible. آموزشی که نه تنها شامل لحن و لهجه و آواهای گفتاری الایزاست که باید سبک زندگی او رو هم تغییر بده. پس لباسای زن جوان سوزونده میشه و خودش رو هم به زور حمام میکنن تا آموزش شروع بشه. This is where we wash ourselves, Eliza. Where I'm going to wash you. Come along now. این وسط یه جای کار میلنگه، انگار الایزا در برابر پیشرفت مقاومت داره و اگرچه به سختی تلاش میکنه اما پیشرفتش چشمگیر نیست. حتی کینه او از هیگینز هم به موفقیتش پلی نمیزنه. در میون پدرش هم که یه مرد دائم الخمر عیاش بیکار است آدرس هیگینز رو پیدا میکنه و سراغ دختر میاد و سعی میکنه پروفسور رو بابت استفاده از دخترش سرکیسه کنه. اما هیگینز با زرنگی او رو در مسیری که خودش میخواد میکشونه و با 5 پوند عملا اختیار دختر رو از پدر میگیره. جالب این که تحت تأثیر صداقت و استعداد طبیعی او برای زبان قرار میگیره و او رو به یک آمریکایی ثروتمند که به اخلاق علاقمنده معرفی میکنه تا زندگی او هم از این مسیر وارد ماجراجویی تازه‌ای بشه. با ناکامی در ادامه آموزش الایزا اما پیکرینگ و هیگینز تقریبا در شرف تسلیم شدن هستند که ناگهان در زمان خوندن ترانه باران در اسپانیا اون جرقه‌ای که باید دختر رو به خودش بیاره زده میشه و او موفق میشه با درستی با لهجه بی‌عیب و نقص طبقات بالای جامعه کلمات رو ادا کنه. Rain in Spain stays mainly in the...
plain. Spain says mainly in the plain. در نخستین آزمون عملی دختر جوون به یک مسابقه اسبدوانی برده میشه، جایی که مادر هیگینز و شماری از اعیان انگلیسی حضور دارند، حضوری که البته خالی از اشتباه نیست، اما دست کم یه عاشق سینه چاک برای الایزا بر مقام میاره. فردی آینسفورد هیل، مردی نجیب زاده از طبقات بالای جامعه. هیگینز قمار بر سر آموزش الایزا رو میبره یا میبازه؟ آیا خرابکاری ها و کینه توزی ها سد راه پیشرفت دخترک خواهد شد؟ به نظرتون تیغ برنده ی صداقت گستاخانه هیگینز آخر سر دست خودش رو هم میبره؟ و در پایان زور کدوم بیشتره، غرور و تکبر یا بخشش و عشق؟ یکی از شورانگیزترین کمدی رمانتیک های تاریخ سینما نزدیک 3 ساعت شما رو پای خودش خواهد نشوند تا هم مزه شوخ طبعی سرنوشت رو بچشین و هم به پاسخ این سوال ها برسین. نمایش اصلی بانوی زیبای من تئاتری موزیکال برگرفته از نمایش نامه پیگمالیون اثر جورج برنارد شاست. این نمایش با 2717 اجرا رکورددار طولانی ترین مدت اجرا در تاریخ برادویه، نمایشی که تاکنون 20 بار هم تولید شده و از این نقطه نظر هم رکوردی بی نظیر رو به نام خودش ثبت کرده. در صحنه نمایش اصلی سر رکس هریسون همین نقش رو در مقابل جولی اندروز بازی کرد. اما تهیه کنندگان فیلم اعتقادی به استفاده از اندروز برای نسخه سینمایی نداشتند. حق پخش 5.5 میلیون دلاری اثر باعث شده بود ریسک سرمایه گذاری از اول بالا به نظر برسه و همین دلیل هم برای نقش الایزا سراغ اودری هپبرن رفتند. گفته میشه هریسون با بازی اودری هپبرن در این نقش به شدت مشکل داشت و به خاطر کنار گذاشتن جولی اندروز گفتش که او هم بازی نخواهد کرد و از پروژه کنار کشید. برای جایگزینی او با پیتر اوتول و پیتر سلرز وارد مذاکره شدند، اما دستمزد 400 هزار دلاری اوتول نام او را از پروژه کنار گذاشت و در نهایت با یک قرارداد 200 هزار دلاری سر رکس هریسون به پروژه برگشت و همین نقش را بازی کرد. برخلاف شایعاتی که درباره اختلاف بین اودری هپبرن و جولی اندروز سر زبان‌ها بود، اونها در اصل دوستان خیلی خوبی بودند. هپبرن اصرار کرده بود که اندروز برای نقش مناسب تره، اما میگه متوجه شده حتی در صورت قبول نکردن او نقش به الیزابت تیلور داده میشه، نه جولی اندروز. هپبرن آموزش آواز رو 2 ماه قبل از آغاز پروژه آغاز کرد، چرا که اصرار داشت ترانه ها با صدای خودش خونده شه، اما در نهایت قرار شد بخشی از صدای او توسط مارلی نیکسون بازخونی و دوبله شه، اتفاقی که باعث دلخوری شهیدش هم شد و اتفاقاً با اوج گرفتن شایعات در همین خصوص نام او حتی در بین کاندیداهای اسکار اون سال قرار نگرفت. جالب این که جولی اندروز که از پروژه کنار گذاشته شده بود همون سال برای ایفای نقش مری پاپینز اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو از آن خودش کرد. جولی اندروز مجموع 12 عنوان کاندیداتوری فیلم برای آکادمی آواردز، در 8 عنوان از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی جوایز به بانوی زیبای من تعلق گرفت. رکس هریسون با ایفای این نقش به جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد اون سال رسید و در زمان دریافت جایزه اون رو به 2 بانوی زیبا، اودری هپبرن و جولی اندروز، هم بازیانش در فیلم و تئاتر تقدیم کرد. جن ایبرت که نقش اون جوون نجیب زاده عاشق پیشه رو بازی میکنه در میونه فیلم برداری 30 سالگی خودش رو جشن گرفت، اما در فیلم نقش جوونی 20 ساله رو بازی میکنه.
یکی از دلایل انتخاب او برای این نقش این بود که هپبرن هم 35 سال سن داشت و انتخاب بازیگر جوانتر ممکن بود باعث شه از نظر سنی به هم نیان. در حالی آوازهای او توسط خواننده 43 ساله آمریکایی بیل شرلی دوبله شد که صدای خوانندگی خودش در اون زمان به طرز قابل توجهی خوب بوده. البته جرمی برت رو بیشتر به خاطر نقش موندگارش در سریال شرلوک هولمز به یاد میارید. My mind rebels at stagnation. این فیلم با 17 میلیون دلار بودجه ساخت، گرونترین پروژه سینمایی تا زمان ساخت خودش حساب میشه. و البته یکی از تنها 4 اثریه که جایزه اسکار بهترین فیلم و جایزه تونی بهترین نمایش رو به خودشون اختصاص دادن. بانوی زیبای من توسط اغلب منتقدان در زمره یکی از بهترین آثار موزیکال تاریخ سینما قرار گرفته و به عنوان یک اثر کلاسیک فیلمی سرزنده است و تماشای اون تجربه لذتی ناب خواهد بود. مطابق معمول در پایان بریم با مرور چند سکانس این ولاگ رو به پایان برسونیم. الایزا در میدون سوارکاری با سوالی مواجه میشه که پاسخ اون رو به زبان اشرافی نمیدونه و برمیگرده به لهجه اصلی خودش، یه خرابکاری شیرین. It might have killed her. Not her. Gin was mother's milk to her. He poured so much down his own throat, he knew the good of it. Drank my word something chronic. Somebody pinched it. And what I... Done her in. Done her in, did you say? Whatever did it mean? To do somebody in means to kill them. But you آقای دولیتل، پدر الایزا، به لطف توصیه پروفسور هیگینز حالا سر و شکلی به زندگیش داده و مال و مکنتی به هم زده. او حالا مرد تازه‌ایه، اگرچه گویا بیشتر تغییرات در پوسته رویست ولی مجبور بعضی چیزها را هم رعایت کنه. Why do you think I'm dressed up like a ruddy pallbearer? Now I'm respectable, she wants to be respectable. Well, if that's the way you feel about it, why don't you... That's what your precious professor's brought me to. Not my precious professor. یکی از تمرینات الایزا حرف زدن با دهان پره. البته تیله هایی که تو این سکانس پروفسور هیگینز تو دهنش میذاره در از حبه های انگور هستن. 4 5 Now, I want you to read this and I want you to enunciate every word just as if the marble, blackest moss, the flower pots were thickly crusted. صدای ریکس هریسون با میکروفونی که در کراوات او جاساز شده ضبط میشه، نخستین میکروفون بی سیم در تاریخ سینما. همین البته یک مشکل فنی هم پیش آورد. صدای او بیش از بقیه با تصویرش سینک بود و مجبور شدن تغییراتی در سکانس های او ایجاد بکنن تا این مشکل برطرف شه و فیلم یک دست به نظر بیاد. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و توصیه میکنم تماشای بقیه پلیلیست سینمای کلاسیک رو هم از دست ندین. به امید روزهای شاد و آزاد.